سلام، به ریویو ویت خوش اومدید. تو این قسمت قرار 10 تا از بهترین و محبوب ترین رزمیکارهای تاریخ رو معرفی کنیم و با چند تا از فیلم های اونا آشنا بشیم. بعد از ویدیوهای دیگه کانال رو دنبال کنید و زنگوله کنارش رو بزنید تا به محض انتشار فیلم های جدید با خبر بشید. سام هانگ بدلکار هنرپیشه و کارگردان 71 ساله چینی تا حالا کلی فیلم تو ژانر هنرهای رزمی بازی کرده. واسه همین اسمش تو لیست بهترین رزمیکارهای تاریخ سینما قرار گرفته. قبل از اینکه وارد دنیای سینما بشه، اون توی مدرسه مخصوص هنرهای رزمی آموزش دیده بود و توی یکی از همین مدرسه ها با جکی جان همگروهی شد. سام هانگ تا حالا تو فیلم‌های بزرگی مثل ایپ من 2، قاتل حرفه‌ای، سرآشپزهای کونگ فو و بادیگارد محبوب من بازی کرده. جکی جان به عنوان یکی از معروف‌ترین رزمیکارهای جهان سال 1954 تو هنگ کنگ به دنیا اومد. اون تو سن 7 سالگی به یه پانسیون فرستاده شد و از همون زمان زیر دست استادی به اسم یوشان یوان هنرهای رزمی کنگ فو رو یاد گرفت. بعد از اون به عنوان بدلکار شروع به کار کرد و تو چند تا از فیلم‌های بروس لی به عنوان سیای لشکر بازی کرد. جکی جان تا حالا تو فیلم‌های بزرگی مثل ساعت شلوغی، داستان پلیس، من کی هستم سال 1998، بیگانه 2017، قلمرو ممنوعه، تاکسی 2، شکارچی شهر سال 1993 و کلی فیلم اکشن رزمی دیگه بازی کرده. استیون سیگال هنرهای رزمی رو زیر نظر بزرگترین استادهای ژاپنی یاد گرفت و دوران کودکیش رو هم اونجا گذروند تا اینکه اواخر دهه 80 میلادی وارد صنعت سینمایی شد و با فیلم‌ها و سریال‌های رزمی مهارت‌های خودش رو به جهان نشون داد و بین مردم به محبوبیت رسید. از سال 2009 تا حالا مجموعه‌ای با اسم استیون سیگال مرد قانون پخش شده که تو اون استیون سیگال تو نقش شخصیت اصلی خودش جلوی دوربین میره. به غیر این اون تو فیلم‌های بزرگ دیگه مثل فرمانده ارشد، مأموریت در تایلند و فیلم فراتر از قانون سال 1998 بازی کرده. مایکل جای وایت سال 1967 تو نیویورک به دنیا اومد و از 7 سالگی شروع به آموزش جوجیتسو کرد. بعد از اون هم سراغ سبک‌های دیگه رفت و تونست تو 8 تا سبک مختلف از هنرهای رزمی فعالیت کنه. فیلم اول قهرمانی اسپاون سال 1997 با بازی جای وایت منتشر شد و تبدیل شد به اولین فیلم اول قهرمانی که یه آمریکایی آفریقایی نقش اصلی اون رو به عهده گرفته. نیور بکدان 2، خون و استخوان، اسپاون و قسمت دوم شکست حسن پذیر هم چند تا از فیلم هایی به حساب میاد که تا حالا مایکل جای وایت به عنوان یکی از بازیگرای اصلی جلوی دوربین رفته.
اسکات اتکینز بازیگر و رزمیکار 47 ساله محبوب انگلیسی از 10 سالگی همراه پدرش به باشگاه جودو رفت و شروع به یادگیری هنرهای رزمی کرد. بعد از اون هم تو 16 سالگی رشته کیک بوکسینگ رو انتخاب کرد و زیر نظر آنتونی جونز آموزش دید. اسکات ادوارد اتکینز سال 2001 با بازی کنار جکی جان تو فیلم جاسوس تصادفی به دنیا معرفی شد و با مجموعه فیلم‌های شکست‌ناپذیر تو نقش شخصیت یوری بوکا به محبوبیت رسید. به غیر این، اتکینز تو فیلم‌های بزرگ دیگه‌ای مثل بی‌مصرف‌ها، قسمت دوم و سوم، بازی‌های ترور کنار ژان کلود ون دام، قسمت چهارم ایپ من با دانیل، مرد حادثه آفرین 1 و 2، نینجا سال 2009 و 2013 جلوی دوربین رفت و تو قسمت جدید جان ویک هم با کیانو ریوز همبازی شد. جسلی قبل از اینکه وارد صنعت سینمایی هالیوود بشه تونست به یکی از محبوب ترین بازیگرا بین مردم چین تبدیل شه. لیلیان جی 60 ساله معروف به جسلی اولین بار تو تابستون 1971 شروع به یادگیری کنکو کرد و 3 سال بعد دولت اون رو انتخاب کرد تا یه دوره آموزشی رو تو 4 شهر مختلف آمریکا بگذرونه و کنکوی چین رو به دنیا نشون بده. جسلی اولین فیلم خودش رو با اسم معبد شاولین تو 16 سالگی بازی کرد و به محبوبیت زیادی رسید. بعد از اون هم تو فیلم‌های بزرگ دیگه‌ای مثل قهرمان، بی‌باک، بوسه اژدها، رهایی، روزی روزگاری در چین و فیلم جنگ سال 2007 و مجموعه فیلم‌های بی‌مصرف‌ها بازی کرد. میشل یئو بازیگر و رزمیکار اهل مالزی تو 20 سالگی برنده مسابقات ملکه زیبایی به عنوان بهترین دوشیزه مالزی انتخاب شد و بعد از اون تو دهه 1990 برای بازی تو فیلم‌های بزرگی مثل داستان پلیس قسمت سوم و سلاح مقدس سال 1993 به شهرت رسید. اون پیشرفت خیلی زیادی داشت و در حال تبدیل شدن به یکی از بهترین بازیگرای زن سینما بود، اما تو سال 1987 با مدیر یکی از کمپانی‌های مطرح اون سال ازدواج کرد و از دنیای سینما کنارگیری کرد. میشل بعد از 5 سال زندگی مشترک از همسرش جدا شد و دوباره وارد صنعت سینمایی شد. حالا تو فیلم‌های رزمی و بزرگی مثل جیمز بوند سال 1997، ببر خیزان، اژدهای پنهان 2000، مومیای 2008، جنگجویان باشکوه، شمشیر سرنوشت و فیلم جدید و پر افتخار همه چیز همه جا به یک بار جلوی دوربین رفته. تونی جا بازیگر و رزمیکار 47 ساله تایلندی بعد از دیدن فیلم‌های رزمی بروسلی، جکی جان و جتلی به ورزش‌های رزمی علاقه‌مند شد و تو رشته‌های مختلفی مثل کیوکوشین، جودو، تکواندو شروع به فعالیت کرد. اولین بار به عنوان بدلکار وارد سینما شد و بعد از اون با فیلم مبارز تایلندی به محبوبیت زیادی رسید، طوری که قسمت دوم این فیلم رو هم خودش کارگردانی کرد و به عنوان طراح صحنه‌های مبارزه هم بین کارگردان‌های مطرح سینما شناخته شد. تهدید سگانه، مبارز تایلندی، بی‌مصرف‌های 4، جوجیتسو، شکارچی حویلای 2020 و نگهبان 1 و 2 هم چند تا از فیلم‌های این بازیگر تهیه کننده و کارگردان تایلندی به حساب میاد.
هنرپیشه و رزمیکار 40 ساله مسلمون از سال 2009 با فیلم مرانتو به صنعت سینما معرفی شد و خیلی زود به یکی از ستاره های فیلم های رزمی تبدیل شد. فیلم های دیگه مثل یورش 1 و 2 که سال 2011 و 2014 منتشر شدند، این بازیگر و رزمیکار جوان رو به موفقیت های زیادی رسوند و باعث شد تو ادامه کارش با بازیگرای بزرگی همبازی بشه. چشمان مار، مشت انتقام، تهدید سگانه، شب به سراغ ما میآید و فیلم شلی لیک به سر هم چند تا دیگر از فیلم های ایکو و ویس به حساب میاد. ژان‌کلود وندام بلژیکی به عنوان اسطوره‌ای تو فیلم‌های اکشن شناخته میشه و تا حالا کلی فیلم اکشن بازی کرده که دیدنشون برای طرفدارای هنرهای رزمی واجبه. این بازیگر و رزمیکار 63 ساله بلژیکی تو سن 10 سالگی همراه پدرش برای آموزش هنرهای رزمی اقدام کرد و سال 1982 با آرزوی بازیگر شدن راهی آمریکا شد، تا اینکه 6 سال بعد به عنوان بازیگر نقش اصلی فیلم رینگ خونین انتخاب شد و با این فیلم به شهرت زیادی رسید. بعد از اون وندام تو فیلم‌های بزرگ دیگه مثل بلاد اسپورت یا ورزش خونی، کیک بوکسر، سرباز جهانی، هدف سخت و قسمت دوم بی‌مصرف ها جلوی دوربین رفت و اخیراً تو فیلم آخرین موزور هم بازی کرد. ممنون که ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. برای دیدن ویدیوهای دیگه کانال رو دنبال کنید و زنگوله کنارش رو بزنید تا به محض انتشار فیلم‌های جدید با خبر بشید.